بسم الله الرحمن الرحيم. خدا در قرآن یدنین علیهن من جلابی بهن مگیا که ای زنی مسلمان بالای سر و چادر پرتاکی بدنی تو را موضع های حساسی بدنی تو را پنهان کنه از چشم مردی بیگانه. اینها میگن نه، لباس تنک پوش، لباس جفت تنگ پوش، برای که همه جا نمایان شما ما تماشا کنن. مردم اینه چی میگن؟ و یتعد حدوده، از حدود خدا بیرون رفت، قانون خدا را پایمال کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. این دعایی که الان تلاوت کردم از سوره مبارکی نساء است. خداوند بعد از بیان یک زمره احکام های قرآنی خود، احکام های شرعی خود، امر و فرمان های خود درباره میراث و محرمات و درباره دیگر احکام هاش، این دو آیه مبارکه را برای ما و شما خداوند بیان می‌فرماید. تلك حدود الله، خدا میگه آن چیزهایی که من شما را در قرآن امر کردم از اجرا کردن، مثل نماز، روزه، مثل زکات، مثل حج، مثل آیه میراث، مثل احکام های نکاح و دیگر دیگر، این قانون خداوندی است و شریعت الهی است و امر و فرمان پروردگار است. شما وظیفه دار هستید این قانون ها را اجرا کنید. تلک حدود الله. از جمله قانون هایی که ما و شما وظیفه دار هستیم اجرا کنیم و الحمدلله هم اجرا کردیم، این داشتن ما روزی ماه مبارک رمضان بود که با توفیق پروردگار این ماه به پاکی روزه داشتیم و امشب این مسئولیت در پیشگاه خداوند خود ادا کردیم و امید دارم که مکافات را هم خداوند برای اجرا کنندگان امر و فرمانش وعده کرده است که انشاءالله بیان می سازم برای ما و شما نصیب کرده باشد. روزه هم از جمله احکام است که، از جمله فرمان هایی است که خداوند برای ما و شما بندگانش سپارش داده بود. باید فرزندی مسلمان، چه پسر و چه دختر، از سنی که بالغ می شود، البته سن بلوغ وابسته به جسم و به انکشاف بدنی هر یک پسر و دختر است، خواه 9 ساله است، خواه 12 ساله است، وقتی که بالغ شد برای او گرفتنی روزی ماه مبارک رمضان فرض می گردد. تا که آخرش کی تمام می شود؟
تا آمدن مرگ. و عبد ربک حتی یعطیک الیقین. بنابر کسانی که روزه داشتن اونها اطاعت از فرمان خدا کردن، کسانی که روزه داشتن و شبها قیام لیل کردن قانون خدا را رعایه کردن، کسانی که رمضان مبارک با اخلاص و با ایمان به خدا احترام کردن و روزه داشتن، راه و رویش پیغمبر بزرگوارشان درفتن، مانند روزه نمازم این چنین است، مانند نماز زکاتم این چنین است، مانند زکات حجم این چنین است. خوب کسانی که این فرمان الهی را به جا آوردن، عزیزان من مکافاتشان چیست؟ تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. هر کسی از بندگان خدا، خواه پسر و خواه دختر، خواه مرد و خواه زن، خواه منصبدار و خواه بی منصب، خواه ثروتمند و خواه کمبغل، خواه پهلوان و خواه ناتوان، خواه تن صحت و خواه بیمار، اطاعت از فرمان خدا کردن. خداوند گفت نماز خوان، نماز خواندن، روزه گیر، روزه گرفتن، از ثروت و بایگریه که داشتن خداوند فرمود زکات ته، زکات دادن، از حرام های خدا مثل عرق و زنا خودشان نگه داشتن و اطاعت از سنت پیغمبر بزرگوارشان کردن، راهی که پیغمبر رفته بود به آن راه رفتن، راهی که پیغمبر برای ما نشان داد چون آفتاب معلوم و روشن، از او پیروی کردن، این سنتای پیغمبرشان ده عمل کردن. یکی از سنتای پیغمبر این نماز تراویح بود که ما و شما در شبهای رمضان در این یک ماه انجام دادیم. رسول اکرم گفتن کسی رمضان مبارک روزه دارد و شبها قیام لیل کند و تراویح خواند، جنت براش واجب می شود. مکافات اینها چیست؟ من یطع الله و الرسول، اطاعت از خدا کند، اطاعت از سنت پیغمبر کند، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. خدا میگه ما این بندگان فرمانبردارا میدراریم در بستان سرای جنت. اینجا خدا وعده کرد ایستاده است، ما میدراریم. خدا میگه این بندگان، این روزدارا را، این نمازخوان ها را، این زکات دهنده ها را، این حج کننده ها را که به خاطر خدا حج بکنند در بستان سرای بهشت. جنات بهشت میگویند، باغ ها را میگویند، بستان سرایی که درختان گوناگون پر میوه دارد، رسته های گوناگون از گل های تر و تازه زیبای خوشبو دارد و جا جا بین درخت ها ده، بین رسته های گل ده، قصر های زیبای با شکوه دارد، همین جنت میگویند. عزیزان من همین بستانسرا میگویند، این بستانسرا های اینها نه، این بستانسرا هایی که امروز بایای ما دارند، حاکم های ما دارند، همه در معرض تلف هم، همه با مرور زمان ویران میشوند، همه با مرور زمان به خاک یکسان میشوند. اما بستان سرای خداوند چی؟ بستان سرای پروردگار، او نه ویران میشود، نه تلف مییابد، نه از بین میرود. یدخله جنات تجری من تحتها الانهار،
روان می باشد از نزد درختان این بستان سرا، جویبارهای جویبار از شیر، جویبار از عسل، جویبار از شراب ناب، جویبار از آب زلال، از نزد هر قصر، از نزد درختانی که اطراف این قصر هست، چار دریاچه همیشه روان است. غیر از او چشمه هایی که خداوند باز بیان میکند، این چار دریاچه کدام است؟ خداوند در سوره محمد صلوات ربی و سلام علیه میفرم یکی دریاچه از شیر. الان یلی تر شیر شما سه سم داده میخرید، با زحمت او را به دست میبیارد، بعضی همی سه سم هم ندارن همی یلی تر شیر خرن. اما خدا برای شما بندگانه که امروز محتاج شیر هستید، محتاج عسل هستید، اگر اطاعت از فرمان خدا کنه، پنج وقت نماز خانه، رمضان مبارک روزش گیره، از حرام های خدا خودتان نگه داره، در بستان سرای شما را جامتیاد، در قصرهای عالی شما را جای میکند که از نزد قصرهاتان جویبار از شیر روان است، جویبار از عسل روان است، جویبار از شراب ناب، نه این شراب های مسکننده بدبوی و افلاس و حرام، اینها شراب ناب که نوشندش لذت میبره، راحت میکنه، اما نه سردرد میشود، نه کیفش میبیاد که دیوانه شود، رنگی سگ باریم به هر کس دست به گریبان شود. لا یصدعون عنها ولا ینزفون. خدا قرآن ده این شراب ناب صفت میکنه. و آبی دریاچه از آب زلال، آبی شفاف و مصفایی که نه میکراب دارد، نه گردک دارد، نه غبار دارد، نه با آمدن باران لایقه میشود، نه با آب شدن ترمه ها خیره میشود، صاف و بیغبار و مصفا، شیرینتر از عسل، خنکتر از یخ. رسول اکرم بیان کردند آبی زلال بهشت تجری من تحت الانهار خالدی ها. این بهشتی ها، این بندگان فرمان بردار خدا، این عاشقان خدا و محمد، این پیروی کنندگان سنت محمد، این طرفداران دین و آیین محمدی، در او بستان سرای جنت خالدین جاویدان می باشند. خالدین فیها برتری بستان سرای بهشت از بستان سراهای پادشاهای دنیا، ان همین آیه کلمه جدا میکند، خالدین فیها. امروز پادشاه ها بستان سرا دارند، داخل بستان سرا شان بهترین اشیا برای راحت شان آماده است، بهترین خوراکی ها دارند، بهترین میوگی ها دارند، بهترین نوشابه ها دارند، پادشاه ها، پرزیدنت ها، رئیس های جمهور، میلیاردرها. اسباب های معیشت دارند، ساونه های کلان دارند، لیکن فرق اینها از بستان سرای بهش چیست؟ اینها فنا می شوند، اینها را صاحباش هم از بین می روند. سرکشانی که همه کردند دعوای منی، دیدمش در ملک خاموشان که مشتی خاک شد. گاها در تلویزیون صدام حسین می براورد نشان می داد با غرور و تکبر دو طرف وجود گنرالا استادگی دیدی، آخر با حال چی شد؟ حلقی دار، خاروزار، خجالت شرمنده،
پیش خدا رفت. کدام روز تلویزیون را تماشا کردم، صورت یک شخص پیدا شد که کابینت کاریش داشت. وقتی که درباره او سخن گفت، همون میلیاردری کلانه که در شویتسریا زواد ساعت سازی شویتسریا را خوجینش بوده است که قریب از 4-3 ساعت های دنیا را زواد او استحصال میکرده است. این بایترین انسانی کره زمین غیر او کامپیوتر ساختگیش. در سن 68 سالگی در کابینت کاریش بالای میزش جانش برآمد. میلیاردش کجا شد و تریلیونهاش کجا شد و پولاش کجا شد، ویلاهاش کجا شد، دچهاش کجا شد؟ 68. اما بستان سرای خدا خالدین فیها. وقتی که این دوستان خدا صاحبان او قصرهای بهش در بهش میدران، دیگر جوانیشان پیری ندارد. همه اهل بهش 33 ساله است. رسول اکرم فرمودند دیگر از این کلان نمیشوند. خانمهاشون 16 ساله است، دیگر از این کلان نمیشوند، زیرا در بهش دیگر شب و روز نیست. گردش کره زمین نیست که سال نو شود و ما نو شود و عمر ما و شما هم تمام شود. همه مردها 33 ساله، همه خانمها 16 ساله. ببینه چی راحتی دارد. خالدین فیها. رسول اکرم بنابر گفتند روز قیامت که می شده پروردگار امر بکرده بهشتی ها به بهشت می دران، حساب و کتاب تمام، دوزخی ها به دوزخ می روند، حساب و کتاب تمام، درها محکم. خداوند امر می کرده مرگ بیاره، یجا و بالموت، مرگ بیاره به صورت یک قشقار کلان بین جنت و دوزخ. خداوند می گفته نگاهش داره. تمام عرصات قیامت بهشتی و دوزخی ها خداوند صدا می کرده که بندگان من، ای بهشتی هایی که در راحت هسته، ای دوزخی هایی که در عذاب هسته، نگاه کنه. همون مرگ که شما را دنیا ده، ای پادشاه ها، پادشاهیتان از دست گرفته بود، ای تن صحت ها، همون مرگ که تن صحتی را از شما سلب کرده بود، الان در اونجا از تماشاش کنه. حضرت عزرائیل خدا امر بکند که او را سر بر، سرش می برد. ندا می شود به هم اهل بهشت و به هم اهل دوزخ که یا اهل الجنت خلود فلا موت و یا اهل النار خلود فلا موت. ای بهشتی ها، ای بندگان فرمان بردار خدا، ای دوستان خدا، ای روزداران رمضان، ای آباد کنندگان مسجدها، دیگر شما همیشه در راحت، دیگر مرگ برای شما نیست، همیشه تن صحت بیماری برای شما نیست، همیشه پادشاهی است برای شما، دیگر گدایی نیست، همیشه شادی و خرسندی است برای شما، دیگر غم و درد نیست. خاطر تنجام باشد. رسول اکرم گفتن شنیدن این خبر برای بهشتی ها خرسندیشان و بالای خرسندی زیاد میکنند. فهمیده؟ من این زمان بایامانو ببینه هزار اگر میلیون داشته باشدم، همیشه تشویش است از چی؟ از مردن، تشویش است از بیمار شدن، تشویش است از یک غمی روزگار، اما اونجا دیگه تشویش نیست. دوزخی هم چی؟ در عذابند، در آتش دوزخ می سوزند، در کامره های دهشتناک دوزخ عذاب می شوند. اون هم بمید بودن که حالا روز مرگ می بیاد خلاص می شیم، مثل ترمچیکا که در ترمه می مرند و همین خلاص می شوند از شکنجه مفتشا. اون هم بمید مرگند. وقتی که این خبر از جانب خدا به گوشاشان می رسد که دیگه مرگ نیست، خلودون فلا موت، عذاب همیشگی است و دیگر رهایی نیست، مرگ همیشگی است و دیگر مردن نیست، میشنوند و غم بالای غم شانسیاب میشوند. حدیث امام احمد است.
خالدین فیها. بنابر حیات بهشت از حیات دنیا با اینش فرق دارد. سعدی بزرگوار میگه کجا شد فریدون و ضحاک و جام؟ فریدون کجا شد؟ ضحاک کجا شد؟ خوب دیگر پادشاه های ابرقدرت کجا شدند؟ کجا شد فریدون و ضحاک و جام؟ شهان عرب، خسروان عجم، همش کجا شدند؟ به هر خاک با دارند و بالین و خشت، خوش آن کس که جز تخم نیکی نکیشت. هر کجا تو میبینی قبراشان خوابه، تگی سراشان همه قغیشت، بالش است خلاص. از بالای دیوانای ملایم بالای خاکی خنک میبیان. خالدین فیها ذلک الفوز العظیم. خدا میگه این از رستگاری، این از حیات با سعادت، این است رسیدن به آرزوی بزرگی که هر مؤمن این آرزو رو دارد. خداوند همه ما و شما را از این مکافات به نصیب کن. پروردگارا ما برای تو روزه داشتیم، ما از قانونهای شریعت تو پیروی کردیم، از سنت پیغمبر بزرگوارت پیروی کردیم، ما را از جمله بندگانت گردان که این آیه مبارک اونها را در بر میگیرد. خب گروه دویم چی؟ خدا چی میگه؟ و من یعصی الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها. کسانی که نافرمانی امر خدا میکنن، یعنی خدا را قانوناش پایمال میکنن، خدا را قانوناش میشکنن، خدا را قانونهاش نادیده میگیرن، این بسیارتر وابسته دارد به منصبدارها و ثروتمندها و جوانها. عزیزان من توجه کنه، این ذات گفته استاد است که نه از منصب شما میترسد، نه از حکومتتان خوف دارد، نه از قوه های مسلحتان. و من یعصی الله، هر کسی که نافرمانی از خدا کند، خدا گفت نماز خوان نماز نخواند، خدا گفت روزه گیر روزه نگیرد، خدا گفت زکات ته زکات نتید، خدا گفت عرق ننوش عرق نوشد، خدا گفت زنا نکن وظیفه زناگاریست، خدا گفت ربا نخور پرسین قرض نده، فقط وظیفه قرضی با پرسین دادن است، خدا گفت ظلم نکن وظیفه ظلم کردن است، خدا گفت غیبت نکن غیبت کردن است. و من یعصی الله، نافرمانی امر خدا کرد، قانون خدا را ویران کرد، و رسوله شریعت پیغمبر آوردگی را قبول نکرد، سنت پیغمبر را در حیاتش، در آیلش، در جامعت عملی شدنش قبول نکرد، راه و رویش پیغمبر نگذاشت که در جامعه عملی شود. و من یعصی الله و رسوله و یتعد حدوده، از حدود خدا تجاوز کرد، از قانون خدا تجاوز کرد. باز میگم عزیزان، شاعر میگوید دوستی اندر اطاعت آمده، بر مخالف تیغ قهرش آمده. میخواییم که ما رو خدا دوست دارد؟ میخواییم که ما دوست خدا باشیم؟ باید اطاعت از فرمان خدا کنیم، اطاعت از سنت پیغمبر کنیم، اون صورت این معنای دوستی دارد، بر مخالف. اما کسی که قانون خدا رو مخالفت میکند، ضد قانون خدا، قانون اسلام قانون میبرارد، تیغ قهرش آمده. مثل که حکومتدارای امروز مخالفاشان چگونه شکنجه میکنند، چگونه جسمان نابود میکنند، چگونه روحان تحقیر میکنند، خداوندم مخالفای قانون شه هم روحان تحقیر میکند هم جسمان نابود میکند، لیکن نابود کردن خداوند
مثل نابود کردن اینها نیست که جانش برای خلاص شود و عذابش با همیشگی است. اینو باید ما فراموش نکنیم. تمام این عالم یک پادشاه دارد، نامش الله است. او هم قانون دارد، او هم فرمان دارد، او هم کادکس جنایتی دارد، او هم کن و نکن دارد، مثل حاکم های دنیا باردی که کنستوتسیا دارند و کادکس جنایتی دارند. خیال نکنن که فقط اینجا است و اونجا قانون نیست. و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، از قانون خدا قدم بیرون نهاد. خدا گفت حجاب فرض است، پوشانیدنی سر، پوشانیدنی پیشی بر، گردن برای زن مسلمان خدا گفت حتمی است. اینا گفتن نه، این حتمی نیست. دختر تاجیک باید سرش لج باشد، گردنش آریان باشد، پیشی برش لج باشد. این است لباس ملی ما. ما لباس خدا در کار نداریم. این چی میگن؟ تجاوز از حدود خدا میگن. و یتعد حدوده امین است. خدا در قرآن یدنین علیهن من جلابی بهن میگه که ای زنی مسلمان، بالای سر و چادر پرتاکی بدنی تو را، موضع های حساسی بدنی تو را پنهان کنه از چشم مردی بیگانه. اینها میگن نه، لباس تنک پوش، لباس جفت تنگ پوش، برای که همه جا نمایان شما ما تماشا کنن مردم. این چی میگن؟ و یتعد حدوده، از حدود خدا بیرون رفت، قانون خدا را پایمال کرد، قانون خدا را از صحنه بیرون کرد. و یتعد حدوده، خدا به اینها با چی میگن؟ به اینها چی جزا مقرر کرد؟ کادکس جنایی خداوند چیست؟ یدخله نارا خالدا فیها. خدا میگه این تو بندگانه، ما میدراریم، جای میدهیم در زندان پر عذاب دوزخ. در زندان پر عذاب دوزخ اونها رو جای میکنیم. دوزخ چی زندان است عزیزان من؟ زندان مثل کامیره های امروزه بارین؟ زندان مثل کرپیج زواد بارین؟ زندان مثل گوانتانامو امریکا بارین؟ نه، او زندان است که از اونجا گرفتن دیگر امکانیت ندارد، از اونجا برآمدن و خلاص شدن امکانیت ندارد. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. دوزخی هم همونجه میخواستن که از دوزخ گریزیم، اما هر باره که نزد در دوزخ میامدن بالا میبرامدین زبانیه های دوزخ با گرز آتشین که در فقط سرش میزن، باز قهر دوزخ میرد. كلما ارادوا ان يخرجوا منها. دیگر سوره حجده من غمین هم دارد، خواهم که از این غمی عذاب دوزخ خلاص شوند، اعیدوا فیها، بازگردانده می شوند به قعر دوزخ، بازگردانده می شوند به کمره های مرگ. کاش که او کمره مرگ می شود و مرگ می آمد و خلاص می شود. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. خدا میگه کسانی که جنایتکار پیش خدا آمدن، نافرمان خدا با مرگ پیش او آمدن، به کامره های عذاب درآورده می شود که نه می مرند خلاص شوند، نه آزادی دارند که حیات دارند که راحت یابند. این خدا گفتی ساده است. و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها.
خدا میگه اینها رو ما میدراریم در کمره های پر عذاب دوزخ، جاویدانی هستن در آن دوزخ. جاویدانی خداوند کافرها رو در دوزخ جاویدان میسوزاند. دوزخ فقط برای کافرها نیست، برای منافقا هم هست، برای کسانی که ظاهرا خوشان پیش مسلمانان و مسلمان میگیرند، در جای خلوت به مقابل اسلام نقشه میکشند، در جای خلوت امر و فرمان خدا را پسی پشت میپرتایند، مسخره به اسلام و به قانون اسلام میکنند، اینا را منافق میگند. منافقا همراه کافرها در دوزخ هستند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فاسقا هم در دوزخ هستند. فاسق کی عزیزی من؟ فاسق همون شخصی است که ایمان به خدا دارد، ایمان به محمد دارد، ایمان به جنت و دوزخ دارد، لیکن خوشش نمی بیاد نماز خواند، خوشش نمی بیاد روزه گیرد، نفس کنترل نمی کند، از عرق و زنا کردن می گیرد، ایمان دارد لیکن این کارا می کند، اینو فاسق می گوید. خدا فاسق ها در دوزخ می دارد. فمن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. برای اینها خدا میگه عذاب خار کننده، عذاب سختی که یک جای با تحقیر و اهانتی مفتشای عذاب براش منتظر است. جناب رسول اکرم صلوات ربی و سلامه علیه برای من شما فرمودن کاری که سبب جنت در آمدن شما باشد، ما ترکتکم شیئا یقربکم الى الجنه و یباعدکم من النار الا وقد انبعتکم به. هر کاری که سبب جنت در آمدن شماست من برای شما گفتم. رسول اکرم عزیزان من به من شما میگه. و هر کاری که سبب دوزخ رفتن شماست برای شما هم گفتم. دابر کاری کنه خدا تانه گرفتار دوزخ نکنه، کاری کنه خدا تانه به عذاب خدا روپرو نکنه، شما طاقت عذاب خدا نداری، ای جسم ضعیف مایل نار مشو، کار کنو به دوزخ گرفتار مشو. یک پار گوشت تو قوت سوختن او دهشت نداری، آتش دوزخ مثلی کمره های گزی گیتلر نیست. دوزخ رسول اکرم آتش چه بیان کنه، حدیث امام بخاری و احمد است که هزار سال او را در دادن سرخ شد، هزار سال سرخ، حرارتی هزار گرادو سختی در گرفتن گرفت سرخ شد، هزار سال دیگه او را علنگش بلند کردن گرفتن، گسش زائد کردن گرفتن سفید شد. دگدان چقدر علامونه با سفید میشه که تسبید میگن سفید شد، با هزار سال دیگه او رو در دادن حرارتش بلند کردن بلند کردن سیاه شد. آتش دوزخ سیاه و تاریک است، او نه روشنایی دارد نه نور، فقط می سوزاند و می سوزاند خلاص. آتش دنیا روشنایی دارد، آتش دنیا از دورتر استی گرمی دارد، اما او ان همون آتش قرارگاهی کسان است که مخالفت امر خدا و رسول میکنند. بنابرای حضرت بچه میگه ای لحم ضعیف مائل نار مشو، کار اکنو به دوزخ گرفتار مشو. از نفع و ضرر تو را خبر کرد خدا، کن سود بجان در پی آزار نشو. چی فایده است تو چی زیان قرآن برای تو گفت، چی فایده دارد برای تو و خاندان تو و جامعه تو، چی زیان دارد و ضرر پیغمبر بزرگوار مهربانتر از پدر و مادر برای تو بیان کرد، مجتهدا بیان کردن،
تو یک کار کن که به جانت فایده بیاری برای خاطر دو روزه دنیا. آخر این عقل نیست که آخرت از دستیه، حیات ابدی را از دستیه، برای حیات 40 ساله و 50 ساله، برای حیات 10 ساله و 20 ساله. کن سود به جان. آدین من جوانی 21 ساله را جنازه شخاندم عزیزی من، 21 در خانه در گهواره کودک دو ماه یکم کودکش برفت قبرستان. برای همین حیات می شود با خدا جنگ کرد، برای همین قدر زندگی می شود قانون خدا را پسی پوش پرداخت. کن سود به جان، در پی آزار مشو. یا الله، این بود ترجمه و تفسیر کوتاه این دعای مبارکه از سوره نساء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. از خداوند مهربان دعا میکنم که ما و شما را از این آتش سوزان دوزخش نگه دارد. خدایا این جسدهای ضعیف ما طاقت سوختن آتش دوزخی تو ندارد. خدایا ما را از دوزخ خود و از هر کار و عقیده ای که ما را به دوزخ میبرد خدایا نگه دار. خدایا فرزندای ما را از راه زلالت و باطل که سبب سوختنی در دوزخ می شود خدایا اونها را نگه دار. خدایا جامعی ما را از این راه که سبب شقاوت و بدبختی شان است، سبب سوختنی در آتش دوزخ شان است، راه زلالت، راه پیروی غیر قرآن خدایا نگه دار. آمین یا رب العالمین.